سلام، با 180 ثانیه پنج شنبه 20 تیر ماه همراه ما باشید. محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته است اگر تحریم‌ها ادامه یابد، ایران بیش از این هزینه جلوگیری از ورود مواد مخدر به اروپا را نمی‌پردازد. او این سخنان را در جریان شرکت در مراسم صبحگاه کارکنان نیروی انتظامی مشهد گفته است. گزارش‌ها از ایران حاکی است که محمد نوریزاد، فعال سیاسی، روز گذشته 19 تیر ماه پس از مراجعه به دادسرای زندان اوین بازداشت و به یکی از بندهای این زندان منتقل شده است. آقای نوریزاد روز دوشنبه گفته بود با دریافت ابلاغیه‌ای به دادسرای اوین احضار شده است. کارگران آب معدنی داماش در اعتراض به عدم دریافت دستمزد از فروردین ماه امسال روز پنجشنبه دست از کار کشیدند. گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت سلامت روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران زندانی در ایران ابراز نگرانی کرده است. مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با یادآوری نقل قولی از محمد جواد ظریف که خود را استاد حقوق بشر معرفی کرده بود گفت بسیاری از فعالان حقوق بشر با چنین عنوانی برای وی مشکل دارند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا خبر داد قایق‌های تندروی سپاه پاسداران قصد داشتند یک نفتکش بریتانیا را به سمت آب‌های ایران برده و توقیف کنند، اما دخالت ناو بریتانیایی HMS مونتروز باعث عقب نشینی آنها شد. همزمان CNN هم خبر داد که هواپیماهای تجسسی آمریکا از حمله این قایق‌ها فیلمبرداری کردند، اما هنوز تصاویری از این واقعه منتشر نشده است. وزیر خارجه بریتانیا جرمی هانت امروز گفته است لندن در پی تلاش ایران برای توقیف یک نفتکش بریتانیایی در خلیج فارس شرایط را زیر نظر دارد. آقای هانت گفته است که بریتانیا به عملیات نیروی دریایی سلطنتی در ممانعت از توقیف نفتکش بریتانیایی به دست سپاه پاسداران افتخار می کند، اما لندن خواهان تشدید تنش نیست. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز در یک مراسم رسمی با حضور میت فردریکسون نخست وزیر دانمارک در برلین برخلاف معمول هنگام پخش سرود ملی روی صندلی نشسته بود. این در حالی است که دیروز تصاویری از دیدار آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با نخست وزیر فنلاند منتشر شده که نشان می‌دهد خانم مرکل در حالی که دستانش را مشت کرده برای لحظاتی تمام بدنش می‌لرزد.